سلام همگی، من سینای رو هستم و خوش اومدید به یک ویدیوی ویژه در مورد خبرهای خیلی مهمی که دیروز و امروز منتشر شدن و در موردشون میخوام به صورت کامل در این ویدیو صحبت کنم. خبر بد داریم در مورد زمان عقب افتادن فصلمون. غیر از این یک چیز خیلی 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 مهم داریم که آخر اسکین لاکلن معرفی شد و دیگه اسکینشو به زودی ها قراره دیگه به نمایش در بیاره. شما میتونید این اسکینو به صورت رایگان هم به دست بیارید و در موردش به صورت کامل در این ویدیو توضیح میدم که چه چیزایی نیاز دارید و قراره چه تورنمنتی باشه، که اینا رو به همراه خیلی از موضوعات دیگه برای شما در این ویدیو بررسی میکنم. قبلش یادتون نره که آیرو گنگ یه لایک بزرگ به ویدیو بدید، یادتون نره که حتما اون سابسکرایب رو بزنید اگر تازه با کانال من آشنا شدید، و از کد سینای رو در آیتم شاپ برای خریدن اسکین های خوشگل و مشکل خودتون توی آیتم شاپ استفاده کنید. و بدون هیچ معطلی دیگه بریم ببینیم چه خبر شده در این دو روز جنجالی که بازی فورتنایت داشت. خب اولین موضوع رو میخوام با یک چیزی که فورتنایت داره به شدت سرش تبلیغ میکنه توی یوتیوب، توی اینستاگرام، توی توییتر، و فقط میخواد که بازیکن‌ها به این کنسرت برن که کنسرت جی بالوین هستش، فکر کنم خواننده کلمبیایی که بین اسپانیایی زبان‌ها آدم مشهوریه، و شما میتونید حالت رایگان اسکین پارتی تروپر خودتون رو با حضور چند ثانیه‌ای در کنسرت به دست بیارید. اگر میخواین کنسرتش رو ببینید میتونید برید در پارتی رویال 3:30 و 4:30 صبح فردا و پس فردا در داخل بازی تماشا کنید. فکر کنم 4:30 صبح باشه فردا و پس فردا 3:30 باشه، که فورتنایت یک کلیپ هم ازش به نمایش در آورده که بریم با هم ببینیم و برگردیم. خب از این موضوع کنسرت جی بالوین و چیزهای مربوط بهش بگذاریم، برسیم به یکی از مهمترین موضوعات این ویدیومون که مربوط میشه به اسکین ونوم، یکی از اسکین‌های خیلی پرطرفدار که بازیکنان میخوان اونو در داخل بازی ببینن ولی فعلا خبری ازش نبوده به غیر از چند تا عکسی که در داخل فایل‌های بازی پیدا شده. همونطور که روی صفحه میبینید حرف منو در توییتر نوشتم، اسکین ونوم 100% تایید شده که قراره به داخل بازی بیاد و بدنش قراره درست مثل بروتوس باشه. میتونید اسکین بروتوس رو روی صفحه ببینید، چقدر بدن بزرگی داره، خیلی به نظر من خنده‌دار میشه زمانی که تفنگو با اسکین ونوم بردارید، چون بدنش خیلی خیلی بزرگه و هیکلیه. چند تا اسکین دیگه هم در داخل بازی پیدا شدن، پینک رپتور قراره بیاد و لانچ باکس قراره بیاد، یعنی فکر کنم یکی از اسکینا مربوط باشه به پیکنیک رفتن و اینجور چیزا که اسمش لانچ باکس هستش، و پینک رپتور فکر کنم یک رپتور صورتی رنگ باشه، من تا حالا چنین چیزی رو ندیدم. و اسکین رپتور رو میتونید ببینید روی صفحه، اسکین رپتور این شکلیه، یعنی فکر کنم یه چیزی صورتی رنگ باشه اگر اشتباه نکنم، شاید نسخه خانومش باشه که رنگ صورتی داشته باشه یا اصلا شاید ربطی نداشته باشه، این پیش بینی من هستش. به نظر شما اسکین ونوم به داخل بازی فورتنایت میخواد بیاد خوبه یا نه، و طرفدار کلا شخصیت ونوم هستید؟ حتما توی کامنت ها بگید. خب حالا از این موضوع خیلی مهم ونوممون در داخل بازی بگذریم، برسیم به موضوع بعدیمون که یه جور ممکنه خبر خوب برای بعضیا باشه، یه جور خبر بد برای بعضیای دیگه باشه، که فصل جدید دوباره عقب قراره بیفته به احتمال خیلی زیاد، یعنی 80% آدم میتونه احتمالشو داشته باشه و قراره ما ببینیم که دوباره چند روزی فصلمون عقب میفته. همونطور که روی صفحه میبینید من گفتم در توییتر عقب افتادن احتمالی فصل 5 فورتنایت، طبق فایلای بازی که فصل باید در 30 نوامبر تموم میشد و به 3 دسامبر تغییر پیدا کرده، این میشه 3-4 روز عقب افتادن. دلیلش به نظر من اومدن ایونت کریسمس و پایینش نوشتم ما عادت کردیم. بله ما عادت کردیم، ما چند ماه عقب افتادن رو داشتیم، اگر یادتون باشه 3-4 روز فکر نکنم اصلا زیاد تأثیری توی کلا محتوای بازی فورتنایت داشته باشه. و فکر کنم خیلیاتون دوست دارید که فصل عقب بیفته تا اینکه بتونید حالتهای مختلف اسکیناتون رو به دست بیارید. خیلیاتون هم گفته بودید که این حالا اولشه، ممکن از اینم بیشتر عقب بندازن چون فورتنایت کم کم شروع میکنه و یه دفعه بیشتر عقب میندازه، که من فکر کنم زیادتر از این عقب نندازه، و دلیلش به احتمال خیلی خیلی زیاد اومدن ایونت کریسمس. و زمانی که ایونت کریسمس بیاد دیگه خودتون میدونید، سال پیش که دوتا اسکین رایگان به تمام بازیکن‌ها فورتنایت داد به همراه یک گلایدر رایگان که گلایدر استار وارز بود، من فکر کنم که این دفعه هم قرار ما چیزی رو شبیهش ببینیم. نظر شما در مورد عقب افتادن فصل چیه؟ حتما توی کامنت ها بگید و هر کس نظر خودشو داره. و در همینجا که حرف از تموم شدن فصلمون شد بهتون بگم گالاکتوس قرار بود خیلی سریعتر بیاد، و به قول یکی از بچه‌ها توی اینستا سر راهش گالاکتوس یه دونه ساندویچ میگیره میخوره، همون 3-4 روزم میگذره و خودشو به مپ میرسونه که میتونید ببینید از
25 سپتامبر تا 29 اکتبر گالاکتوس چقدر پیشرفت کرده و چقدر به مپ بازی فورتنایت نزدیک شده. خب حالا از این بخش عقب افتادن فصلمون هم بگذریم، برسیم به موضوع اصلی و خیلی خیلی مهم این ویدیومون که حدسامون درست در اومد، حرفایی که من زدم درست از آب در اومد و لاکلین اسکینش قراره به زودی به داخل بازی فورتنایت اضافه بشه و به صورت رسمی در همون چیزی که بهتون گفته بودم قرار بود معرفی کنه بزرگترین اتفاق زندگی کاریشو، امروز معرفی کرد و میتونید روی صفحه حرف لاکلین رو ببینید که اسکین و قراردادش با بازی فورتنایت اتفاقی افتاده که نوشته من بازی فورتنایت رو از 2017 دوست داشتم، یعنی از زمانی که بازی فورتنایت یه جورایی داشت کم کم مشهور میشد، و نوشته با افتخار میگم که لاکلین و بازی فورتنایت قراره توی آیکون سریز باشن و قراره اسکین هم به زودی برای ما به نمایش در بیاره که فعلا نمایشی از اسکین ما ندیدیم و لیکران فعلا نتونستن چیزی رو ازش پیدا کنن که به اونم در ادامه ویدیو میرسیم. و که فورتنایت هم توییت کرده در توییترش و گفته که خوش آمد میگیم به برای اومدنت به آیکون سریز لاکلین، نوشته برید بلاگو بخونید و قراره گرفجی هم به زودی به داخل این آیکون سریز اضافه بشه که گرفجی رو خیلی وقت معرفی کردم ولی خبری ازش نبوده. و وقتی به سایت بازی فورتنایت میریم نوشته که ما کریتور جدیدمون که لاکلین باشه رو معرفی میکنیم برای شما، قراره یک تورنمنت خاص خودش هم داشته باشه لاکلین و زمانی که شما در این تورنمنت شرکت کنید و بتونید مقام بیارید میتونید پک کامل اسکین لاکلین رو در داخل بازی به دست بیارید که حرفای منم درست بود، قراره اسکین حالت رعد و برقی و اینجور چیزا باشه و این قراره در 12 نوامبر اتفاق بیفته که هنوز خیلی مونده، ما الان 3 اکتبر هستیم و 12 نوامبر خیلی وقت بعده، من نمیدونم چرا الان داره فورتنایت در موردش صحبت میکنه، میتونه یه ذره نزدیکتر باشه ولی فورتنایت فکر کنم خواسته که هیجان بازیکن‌ها رو ببره بالاتر. بعد فورتنایت ادامه داده که در روز تورنمنت قراره لاکلین لایو استریم کنه و اسکین خودش رو به همراه بکبلینگش، ایموتش و پیکاکسش به نمایش در بیاره در لایو استریمی که انجام میده که من بهتون بگم اون لایو استریم قراره منفجر کنه برای لاکلین. و برای لاکلین و اسم این تورنمنت وان اف دی کایند هستش، یعنی یکی از بهترین نوها. فکر کنم بعد از اینکه اسکین لاکلین هم معرفی شد قراره اسکین گرفجی هم در داخل بازی به عنوان آیکون سریز معرفی بشه. و برسیم حالا به چیزهای جالبی که لاکلین در ویدیو مخصوص یوتیوب خودش در مورد اسکینش گفته که فکر کنم لیکرها باید دیگه به این حرف گوش کنن و این کارو انجام ندن. لیک کردن اسکین لاکلین قبل از اومدنش و معرفی رسمی شدنش هستش و معمولا لیکرها از این کارو انجام میدن، برای همین فورتنایت خیلی سعی کرده که لیک کردن و این روزا سخت کنه. لاکلین در ویدیوش گفته که این قراره یک چیز خیلی ویژه باشه برای من و من امیدوارم که لیک نشه قبل از اومدنش به داخل بازی و قراره یک حالت ویژه برای استریم داشته باشه و من در استریم نشونش بدم. و فایر مانکی گفته که این اسکینو لیک نخواهد کرد، پس خیالمون باید از فایر مانکی راحت باشه، ولی من فکر کنم لیکرای کوچیک‌تر لیکش کنن تا اینکه یه ذره بیننده به دست بیارن و یه ذره نمایش به دست بیارن که دیگه خودتون میدونید آخر یه نفر لیکش میکنه و هیچ کسی دیگه هیچ کار دیگه ای نمیتونه انجام بده. که بریم حرفای لاکلین رو ببینیم و برگردیم. من واقعا دوست دارم که لیک نشه و لاکلین بتونه توی لایو استریم خودش راحت به نمایش در بیاره، ولی دیگه میدونید دنیای لیک کردن دیگه دست لاکلین نیست. و یه چیز خیلی جالب و به نظر من یک اتفاق خیلی عجیبی که در مورد بازی و اسکین لاکلین پیش اومد این بود که اگر یادتون باشه من از اومدن یک پکی به نام PWR یا همون پاور صحبت کردم در داخل فایل‌های بازی وجود داشت، ولی مثل اینکه لاکلین گفته که این اصلاً ربطی به اسکین من نداره. ما فقط با همین متوجه شده بودیم اسکین لاکلین قراره به داخل بازی بیاد، ولی لاکلین به صورت کامل رد کرده که کد نیم PWR برای اون هستش، با اینکه اگر به اسم توییترش نگاه کنید درست همون PWR. ما این PWR رو در داخل بازی دیدیم و فکر کردیم قرار اسکین لاکلین بیاد و واقعا اسکین لاکلین اومد و برای من خیلی خیلی عجیبه. چیزی که فکر کردیم قراره بیاد واقعا اون شد، ولی اون نبود. نظر شما در مورد اسکین لاکلین چیه؟ به نظرتون اسکین خوبی خواهد بود که به داخل بازی میخواد اضافه بشه یا نه؟ و یه چیزی رو میخوام به شما اینجا بگم، ممکنه اتفاق بیفته ممکنم اتفاق نیفته، این نظر و تئوری منه که من فکر کنم اسکین لاکلین حالتی رو داشته باشه زمانی که شما کیل میگیرید یه جورایی حالت رعد و برقی اسکین پیدا کنه و یه جور برق دور و بر اسک بچرخه، یا اینکه موقعی که کیلو میگیرید کلا اسکین رعد و برق دور و برش بزنه. این نظریه و تئوری منه با توجه به آرم و کلا برند لاکلین که مربوط به رعد و برق و اینجور چیزا. حالا باید ببینیم که این اتفاق میفته یا نه. اگر اتفاق بیفته شما اولین بار همینجا شنیدید که قراره توی بازی چنین چیزی رو ما
ببینیم. خب حالا از این بخش اسکین لاکلین هم بگذریم که بخش خیلی مهمی بود و من میخوام ببینم که فقط اسکینش در داخل بازی چه شکلی در میاد. برسیم به موضوع کوتاه بعدیمون که مربوط میشه به برگشتن اسکین‌های بنر بریگید در داخل بازی فورتنایت که قراره به زودی در داخل بازی دوباره دیده بشن. اسکین‌هایی که 800 تایی هستن و رنگ‌های مختلفی رو میتونید درش قرار بدید و بنراتون هم میتونید روش بذارید که خیلی ها فکر کنم این اسکین‌ها رو دوست دارن که دوباره در داخل بازی ببینن. شینابیار گفته انتظار اومدنشو به زودی در داخل بازی داشته باشید. میدونم این اسکین خیلی پرطرفدار و خود سینایرو رو در آیتم شاپ قبل از خریدن این اسکین از دست ندید. خب بچه‌ها این بود از خبرهای امروز بازی فورتنایت، ولی ویدیو رو ترک نکنید چون میخوام در مورد ویدیوهای فردا صحبت کنم که فردا همونطوری که میدونید روز هالووین هستش و من خیلی خیلی دوست داشتم که لایو برم ولی بازم با چندین تا اینترنت تلاش کردم و نشد. واقعا امیدوارم یه روز اینترنت کشورمون در حالت خیلی عالی باشه و حداقل VDSL رو به تمام مردم کشورمون بدن. ولی بهتون بگم که قرار فردا ویدیوهای ترسناک داشته باشیم چون خودتون دیگه میدونید هالووین هستش و هالووین هم سالی یه باره و قراره یک ویدیو خیلی خیلی ترسناک فردا داشته باشیم به همراه یک ویدیو دیگه. قرار فردا دو تا ویدیو داشته باشیم. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید و این ویدیو رو تماشا کردید. لایک و ساب و حتما فراموش نکنید که بزنید و جز وایرو گنگ بشید. همتون عشقید. من سینایرو هستم و شما رو تا ویدیو بعدی به خودم میسپارم. خدا نگهدار.